گفتن آقا ما تحقیق کردیم 99.5% فحش‌ها، ناسزاها، دریبری‌ها، جسارت‌ها، حرمت شکنی‌ها شخص مقام معظم رهبریه. میاد رو پشت بام، الان تو بعضی از مناطق تهران هر شب 20 دقیقه تو بالکن میسته توی این آپارتمان. میگم شما در مقابلش چه میکنی؟ میگه یه شب تو این دو ماه ما با بلندگو وایسادیم شعار دادیم، دیدیم نه اینا وله میکنن، ما دیگه خاموش کردیم رفتیم خونه. کار کردن اونا مثل کار کردنهای ما دلی که نیست. عشقش میکشه میره مسجد و پایگاه فعالیت میکنه، دیگه عشقش نمیکشه میره میشینه سر سفره زن و بچهش. اونا مثل شما کار نمیکنن، ما مثل ما کار نمیکنن. فضای مجازی رو اشباع کردن، باید خاتمه پیدا کنه این قصه، یه جنگه. اگر این کسانی که شعار در و دیوار می نویسن باهاشون یه برخورد جدی بازدارنده ای بشه، هی ادامه پیدا نمی کنه. ولی یه از اولیاء من رو کسی اهانت کنه، فقط ارصد المحاربتی به محاربه با من، به جنگ با من برخواسته. ببخشید نکنه منتظرید مقام معظم رهبری بیاد پشت میکروفون بگه که آقا دارن به من ناسزا میگن، مردم یه کاری بکنید، خواهش میکنم. افاله هاتون، دلقک هاتون، سلبریتی هاتون، میداندارهای جاهلتون رو به میدان مبارزه با دین را انداختید. دین ما اینجوری نیست باش دشمنی بکنن بشینه تماشا کنه. جاهد الکفار و المنافقین وغلظ علیهم. حالا خدایا این وغلظ علیهم رو نمیگفتی هم متوجه میشدیم. جهاد یعنی کشتن دیگه، یعنی مبارزه کردن دیگه. نه، وغلظ، محکم، شدید. دین شما دینی نیست که در برابر توطئه ها، در برابر دشمنی ها انعطاف نشون بده. اون دین مرد. دین یهود و نصارایی که دستکاری کردن صهیونیست ها، اومدن دین منعطف و دین رحمانی، اون دین مرد. این ملعونین رو باید گرفت، کشت. چه کشتنی!